مراسم یادبود شاهزاده علیرضا پهلوی با حضور شخصیت‌های برجسته فرهنگی، هنری و سیاسی و ایرانیانی که از نقاط مختلف جهان برای همدردی با خانواده سلطنتی به شهر بتزدای مریلند آمده بودند برگزار شد. ایرانیان از نسل‌های مختلف و با گرایش‌های سیاسی گوناگون در این مراسم حضور یافتند و بسیاری گفتند از مرگ علیرضای جوان به شدت متاثرند، اما این درد مشترک آنها را به هم پیوند زده است. شهره آسمی، مؤسس تلویزیون ایران ما، برای پوشش خبری به این مراسم آمده بود. چون مشابه این اتفاق که برای خواهر ایشون لیلا خانم پهلوی اتفاق افتاد، هنوز یک کینه ها و یه ناراحتی های بین مردم بود، موضع‌گیری سیاسی میکردن، ولی این بار نشون دادن که ما قبل از هر چیز انسانیم. امیر شجره، مدیر تلویزیون پارس، از تاثیر اجتماعی این واقعه میگوید. این همبستگی رو ایجاد کرد و واقعا خیلی از حتی افرادی که مخالف خاندان سلطنتی بودن، این قضیه خیلی روشون اثر گذاشت و تأثیر کرد بهشون و همه ابراز واقعا تأسف کردن از این واقعه. اسفندیار منفردزاده، آهنگساز مطرح ایرانی، در مورد تأثیر فرهنگی مرگ شاهزاده علیرضا توضیح داد. این 32 ساله ترم تبریک و تسلیت رو تو ایران تزریق کردن به فرهنگ عمومی ما. خیلی هم استفاده کرد. در این زایه‌ای که اتفاق افتاد، حالا ما میتونیم به راحتی ما با معنای درست استفاده کنیم، یعنی تسلیت برای این خانواده و این زایه‌ای که جبران ناپذیره و تبریک برای ملتی که داره خودشو و تاریخ خودشو پیدا میکنه و به اون انسانیتی که باید میرسه. مراسم با نمایش تصاویری از زندگی شاهپور علیرضا پهلوی از کودکی تا روزهای پایان زندگیش، کاری از شهاب هاشمی، آغاز شد. علیرضا پهلوی فرزند سوم محمد رضا پهلوی، آخرین شاه ایران و فرح پهلوی، پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال 57، هنگامی که کودکی 12 ساله بود، به همراه خانواده‌اش ایران را ترک کرد. علاقه او به زبان، فرهنگ و تمدن ایران زمین موجب شد تحصیلات خود را در این زمینه ادامه دهد. علیرضا پهلوی مدرک کارشناسی ارشد در رشته ایران شناسی پیش از اسلام را از دانشگاه کلمبیای آمریکا دریافت کرد. مدتی نیز در زمینه زبان و تمدن ایران باستان در دانشگاه هاروارد برای کسب مدرک دکترا به مطالعه پرداخت. او که به گفته برادرش سالها از بیماری افسردگی رنج می برد، روز 14 دی ماه 89 در 44 سالگی در منزل مسکونیش در شهر بوستون آمریکا به زندگی خود پایان داد. ستار در گفتگو با صدای آمریکا احساس خود را چنین توصیف کرد. خب همه میدونن که من از روز اول سلطنت طلب بودم و میدونستم که واقعا اون خدا بیامرز پدر و پسر به اون مملکت خدمت کردن و هرچی هم که خود من دارم از قبل همون حکومت، از همون رژیم پادشاهی است که در ایران ستار شدم و به نظر من فکر میکنم که هر کسی باید اینقدر قد شناس باشه، نمک شناس باشه که اون چیزهایی که واقعا بهش دادن و اون کارهایی که واسه ما کردن در ایران قدرشو بدونیم. بیژن، طراح مشهور ایرانی، گفت از حضور خود در این مراسم احساس غرور میکند. برای من امروز یه روز بسیار شکیلی بود، بسیار منظم بود. بزرگباری شهبانوی مملکت ما، بردباری اعلی حضرت با اون حرفای قشنگشون، به اضافه من به شخصه میون تمام هموطنانم که اینجا مقیم واشنگتن و غیره هستن، یه غرور من داد و یه کیفی بردم. جمشید دلشاد، شهردار بیولی هیلز، مرگ شاهزاده علیرضا را نمونه ای از غلیان حس میهندوستی مشترک همه ایرانیان تبعیدی میداند. کاری که علیرضا کرد به نظر من، البته برای فامیلشون، خانوادهشون، برای همه ملت ایران غمناکه، اما یه نشونی میده که مردمی که از ایران میان هنوز فکر ایران هستن. وقتی اونجا رو، وطنشون رو گم کردن،
چه مسلمان ها چه کلیمی ها چه مسیحی باشن هنوز حواسشون هست و دلشون میخواد یه روزی برن اونجا آزاد باشه مثل آمریکا باشه. در بخش دیگری از برنامه سیروس بروخیم، ویولونیست و استاد موسیقی دانشگاه ایالتی نیویورک همراه با تارا کمانگر، پیانیست و آهنگساز جوان ایرانی قطعه وکالیز از راخمانینوف را اجرا کرد. این خانه قشنگ است ولی خانه من ستار خواننده ناماشنای ایرانی و نزدیک به خاندان پهلوی نیز قطعه‌ای در مایه افشاری خواند و غزلی از خسرو فرشیدورد را اجرا کرد. این خاک فریبا است ولی خاک وطن نیست، من با که بجوشم. ایشان انسانی فرهیخته، مهربان، پر احساس و دلسوز بودند. سپس آقای فرداد فروزان از خاطرات 28 سال دوستی خود با علیرضا پهلوی سخن گفت. به دفعات می گفتند ای کاش می توانستم در ایران زندگی کنم، با مردم رابطه نزدیک برقرار کنم و به ایران شناسی ادامه دهم. دستاوردهای علمی و پژوهش‌های آکادمیک شاهزاده علیرضا پهلوی در زمینه زبان و تمدن ایران باستان را پروفسور رحیم شایگان، استاد ایران شناسی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در لس آنجلس شرح داد. ایشان همزمان با زبانشناسی مطالعه وسیع‌تری را در باب ادیان ایران باستان همچون دین زرتشت، معنویت و کلیسای شرق و خصوصاً مکتب‌های فلسفی زرتشتیان را فرا گرفتند که منجر به انتخاب موضوع پایان نامشان شد. تنها در داشنا می‌دونه که ضربه ای از فقدان ناگهانی یک عزیز که به انسان وارد میشه تا چند اندازه است. فریدون فرهندوز. در ادامه برنامه فریدون فرهندوز از چهره‌های شناخته شده رادیو تلویزیون ملی ایران شعری از مولانا خواند. اگر رو این تنی جسم آفت توست، همان جان فریدون شو که بودی. و اینک بی هیچ سخنی شاهزاده رضا پهلوی. در پایان شاهزاده رضا پهلوی خاطراتی از برادرش نقل کرد، از شیطنت‌هایش در کودکی گفت و دغدغه‌هایش در چند سال اخیر. بسیاری از شما می‌دانید که در زمانی که این اتفاق شوم در مملکت ما افتاد، خب برادرم سن جوانی داشت و خواهرش لیلا، خواهر من همینطور، و شاید اون رنج و دردی که در پدر خودشون دیدند و از دست دادن زودرس پدرشون، تمام این مسائل شاید قد داد به این که خیلی از مشکلات و ناراحت دیگر رو هم انباشته بشه و به هر حال آنچه شده شد. در این سالهای آخر که خب خیلی غمناکتر و مشکلتر بود، هی تشویقش میکردم که علیرضا توقع دیگران رو فراموش کن. آدم زندگی رو بر اساس توقع دیگران نباید بکنه. زندگی تو بر اساس توقعی که از خودت داری بکن. اونچ که واقعا علاقه مندی. هیچ چیزی تحت فشار نیست. هر کاری که میخوای بکن، اما کاری رو بکن که بهش اعتقاد داری. و خب سعی میکردم دلداریش بدم. صحبت انقدر زیاد هست اما زمان کوتاه. خب خانم آقایان، و چه سخنی خوشتر از سخن یک مادر، اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی. شهبانو فرح پهلوی نیز برخلاف انتظار هزار قدم بر صحنه گذاشت و از تمام کسانی که در این مدت با او و خانواده‌اش همدردی کرده‌اند و به یادش بوده‌اند قدردانی کرد.
از شما که در شهرهای میهنمان به یاد او بودید و با شمع‌های روشن یادش را گرامی داشتید سپاسگزارم. پیام‌هایتان از این سو و آن سوی جهان در این شب‌های بلند پر از درد چراغ خانه ما شده‌اند. و آن کسی که نوشت من از دوران پدرش آزرده بودم ولی امروز از مرگ این شاهزاده سوگوارم، از صمیم قلب سپاسگزارم. امروز علیرضای نازنین با ما نیست. همانطور که هم میهن هنرمندی در نامه‌ای پرمهر به من نوشت، آن شب دیر وقت در شهری در غربت علیرضا خودش را از قفس پرواز داد. هر زمان که به علیرضا فکر می‌کنم هر زمان که به علیرضا فکر می‌کنم او را پرنده‌ای از قفس رها شده در بلند آسمان می‌بینم. در واکنش رفتن او آنچه بیشتر به گوش می‌رسد آوای بخشش، آشتی و همدلی است. و اگر حاصل زندگی پسرم فقط همین میوه باشد، عمر پرباری داشته است. غم این مادر که چون دو فرزند از دست رفتهش شاهزاده بودند، از غم هیچ مادر دیگری که فرزندی از دست داده سیاه‌تر و سنگین‌تر نیست. هر مادری شازده خانم و شازده پسری دارد.